اپلیکیشن ما به یه قسمت خوبی رسید، یعنی کار اصلی رو انجام میده، تو دوار رو میسازه، دان میکنه و غیره. اما بیاد یه ذره بهترش کنیم. یعنی چی؟ یعنی که هر کسی نتونه هر کاری کنه. یعنی بیایم یه قسمت اتنتیکیشن به این اپلیکیشن اضافه کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه یکی بیاد رجیستر کنه، بعد بتونه سیستم استفاده کنه، بعد هر کسی تو دوهایی که خودش کرییت کرده بتونه مدیریت کنه، دیلیت کنه، ببینه، دیلیت کنه، آپدیت کنه و غیره. خب میخوایم به بخش احراز هویت یا همون اتنتیکیشن رو اضافه کنیم. اولین کاری که میکنیم اینه که یو آیش رو درست کنیم. یعنی بیایم یه فرم لاگین رجیستر براش بزنیم. اینجا سرچ میکنم bootstrap 4 strap 4 لاگین 4 لاگین. خب بذار من بیام توی این صفحه تمپلیت آماده داشته باشه فکر میکنم. اوکی نه سازیش داشته باشه. میام توی get bootstrap. آها این سوم این صفحه، این صفحه اگزمپل لاگین bootstrap. اینو من پیج سورسش رو میگیرم، کلش رو کپی میکنم، کنترل آ کنترل سی. میام توی سورس برنامه خودم اینجا تو پوش پابلیک هم یه فایل HTML اضافه میکنم به اسم لاگین دات پوش اضافه کردم فایل لاگین دات HTML کلش رو پیست میکنم. خب این آدرس بوتسترپش غلطه، درستش میکنم. توی libs bootstrap css و css می اوکی. یه فوایکون داره اینو ورش میدارم اصلا نمیخوام. خب اینجا هم تایتلش رو میکنم to do app login slash register. خب اینم از یه فایل ساین این سی اس اس هم داره کاستوم استایلاش، اینو برش میدارم. میام همینجا امکان روی این کلیک میکنم، فایل رو باز میکنم، کنترل آ کنترل سی. میام اینجا تو از پوشه استایلزمون یه فایل جدید درست میکنم به اسم همون لاگین دات سی اس اس، کلش رو توش پیست میکنم، بعد میام رفرنس این رو اد میکنم به پروژه. اینجا هم این اشتباه بود، libs slash نه بباشت libs styles slash login. اوکی اینم از سیوش میکنم. بعد برای اینکه این پیج رو سروش بکنیم میام اینجا توی روت هم مین روت سیازونه اینجا اینو اینا کپی میکنم میارم اینجا پیست میکنم، اسم میکنم لاگین. خب اما اینجا پس رو نذاشته بودیم، ریکوایر میکنم کانست پن ریکوایر پن نمیست. خب ببینید واسه تون سواله، چون ما این کار رو نکرده بودیم ولی همچنان ایندکس داشت لود میشه. من حتی میتونم این رو ورش دارم. چرا؟ چون بازم قبلا توضیح داده بودم اینجا توی اپ جیس من باید گفتم آقای فلان فلان شده این پوشه پابلیک رو شما پابلیکش کن دیگه، استاتیک همون پابلیک، هر ریکوستی میاد اگر روت هندلر نداشته باشه یا مشکل داشته باشه روت هندلر میاد توی پابلیک میگرده. بعد توی پوش پابلیک هم هر فایل ایندکسی پیشفرزه، یعنی شما ایندکس یعنی پیشفرز، درسته؟ میاد تو پابلیک، خب اسلش پابلیک فایل پیشفرز رو ایندکس در نظر میگیره باز میکنه. من اگر اسم این رو عوض بکنم دیگه این اتفاق نمیفته و ارور میده، درسته؟ ولی این محض اطمینان میذاریم باشه. این عوضی بعد روی چه روتی باشه؟ روی روت لاگین F5.
نمیدونم. این رو میبندم اینجا، مینویسم slash login. خب این صفحه ماست، اومد اینجا.